سر خط خبرها. کنارگیری پاکستان از روند صلح افغانستان و دخیل ساختن بیشتر واشنگتن و بیجینگ در این روند. آغاز کار کمیته گزینش اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی در هفته روان. و پیشرفت گروه داعش به کشورهای اروپایی برای پایان حملات هوایی بر ضد این گروه. با سلام بر شما بینندگان مجموعه خبری شبکه جهانی خورشید، امروز شنبه هفتم حمل سال 1395 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 26 مارچ سال 2016 میلادی. من سید فرید صنایعی هستم. با نتیجه رسیدن روند گفتگوهای صلح افغانستان به تلاش و همکاری های صادقانه واشنگتن، بیجینگ و کابل بستگی دارد. وزیر دفاع پاکستان با بیان این موضوع می افزاید اسلام آباد برای تامین صلح در افغانستان صادقانه گام برداشته است، زیرا صلح در افغانستان به سود منطقه و پاکستان می باشد. از سوی هم رئیس دبیرخانه شورای عالی صلح می گوید پاکستان نمی خواهد طالبان را به میز گفتگوهای صلح حاضر سازد و به همین خاطر تعهداتش را عملی نمی کند. زبیولله دورندیش به این موضوع پرداخته است. بر پاکستان از بر این کان کشور برای کشانیدن طالبان به میز گفتگوهای صلح گام های صادقانه را برنداشته است بلند شد. اکنون وزیر دفاع پاکستان میگوید اسلام آباد نقش خود را در تامین صلح در افغانستان به گونه صادقانه انجام خواهد داد. هر گامی که برای صلح در افغانستان برداشته می شود برای منطقه با اهمیت است. افغانستان صلح‌آمیز برای پاکستانی ها خیلی مهم است. ما تلاش های جدی من را برای تامین صلح در افغانستان انجام می دهیم و آرزومندیم که سه کشور آمریکا، چین و افغانستان نیز تلاش های جدی را در این راستا انجام دهند. دیروز نخست وزیر پاکستان گفته بود که اسلام آباد در صورت از گفتگوهای صلح افغانستان پشتیبانی می کند که صلح افغانستان منجر به صلح منطقه ای گردد. مکانیزم چهارجانبه به خاطر پیشبرد پروسه صلح افغانستان نقش هر کشور را به خاطر آوردن صلح پایدار در افغانستان مشخص ساخته و همچنان مسئولیت های تمام جوانب در این گفتگوها مشخص گردیده. امیدواری ما همی است که هر جانب نظر به ضرورت و همچنان لایحه وظایف که تعیین شده نقش خود را ایفا کنند. پیش از این سرتاج عزیز گفته بود که اسلام آباد با داشتن نفوذ بر طالبان توانایی آن را دارد تا این گروه را به میز گفتگوهای صلح حاضر سازد. رئیس دبیرخانه شورای عالی صلح میگوید مقام های پاکستانی میخوان از تعهداتی که در نشست چهار جانبه دادن گریز نمایند. تعهد به این سپردن که اینا وادار میسازن سران طالبان است که از آدرس مختلف صحبت میکنن که به میز مذاکره بکشنن. اگر اینا به هر ملحوظی این مذاکرات به تعویق بندازن اینا به تعهدات خود وفا نمیکنن. اما نمایندگان مجلس پاکستان را به خاطر اینکه میخواهد با بهانه های گوناگون مسئولیت خود را به دوش دیگران بیاندازد تا بتواند به عمق اهداف راهبردی خود در افغانستان دست یابد متهم میکنند. در واقع پاکستانیا طرفدار صلح در افغانستان نیستند، اما عمق استراتژی که دارن امور میخوان تعقیب بکنند. با این همه در نشست چهار جانبه گفتگوهای صلح افغانستان توافق شده بود که طالبان در هفته نخست ماه مارچ به میز گفتگوهای صلح در اسلام آباد حاضر شوند، اما پیشرفت‌های طالبان سبب شد تا این گفتگوهای مستقیم به تأخیر بیفتد. نماینده روسیه برای افغانستان و پاکستان از حضور تخمینی 10,000 پیکارجوی داعش در افغانستان خبر داده است. زمیر کابلوف در گفتگو با یک رسانه خارجی ضمن تاکید بر این مطلب از گسترش دامنه فعالیت های این گروه در افغانستان هشدار داده است، اما نهادهای امنیتی کشور حضور این شمار جنگجویان داعش در افغانستان را نمیپذیرند و از وارد کردن ضربه های مهلک بر پیکر این گروه هراس افکن خبر میدهند. شکیب مولیزاده با جزئیات بیشتر. داعش گروهی که به باور نماینده ویژه روسیه برای افغانستان و پاکستان در حال گسترش فعالیت‌هایش در افغانستان است. زمیر کابلوف که مدیر بخش آسیایی وزارت خارجه روسیه نیز است، در گفتگو با یک رسانه خارجی همچنان شمار جنگجویان این گروه هراس افکن را از چند مرتبه بیشتر از آنچه پیش از این گزارش شده بود دانسته است. فعالیت گروه داعش در افغانستان از تابستان سال 2014 به این سو به گونه چشمگیری رشد کرده است. شمار نیروهای این گروه در افغانستان به گونه تخمینی به 10,000 تن می‌رسد. از سوی دیگر عوام فریبی و مصرف پول زیاد از سوی آنان می‌تواند جوانان را به این گروه جذب کند. نهادهای امنیتی کشور هرچند حضور داعش را در میدان نبرد رد نمی کنند، اما حضور این شمار گسترده و یا سربازگیری جوانان از سوی آنان را رد می کنند.
نظم پاقیده پا افغانستان که داعش کم خطر نده نه چالش ده او منگل پارا دی افغانستان خلکو لپارا دی منولو ور ندی او یو شه بلم در طبعه ما چه دی شنوارو خلق دی افغانستان خلق دی داعش نه قطعا ملاتر نکی دی وصلوال پاوز نه ملاتر کی او دی داعش پا وحالو کی اطلاعات ما هم شان میده که بسطحاتن از جنگ جویان گروه داشت افغان داعش هست اما ای که ده هزار است یا کمتر و بیشتر از او ای ما نمیتونیم روی تبصره بکنیم و این هم نمیدانیم که این معلومات و اطلاعات این از کجا به دست آوردن. از سوی دیگر شماره اعضای مجلس نمایندگان حضور داعش در افغانستان را تهدید همه شمول دانسته و از روسیه میخواهند تا در از میان برداشتن این تهدید با افغانستان همکاری کند. روسان صدقه یا دلدل زرد نقه دیگه باید سید افغانستان لب پوز سره دی افغانستان لامنیتیز و اکو سره مرست وقی ترسو پوی افغانان وقی ولیسی دیگه داعش لپکو سره بگرزوی. گفته های آقای کابلوف در حال مطرح می شود که رئیس پیشین استخبارات آمریکا به تازگی هشدار داده است خروج نابهنگام نیروهای خارجی از افغانستان این کشور را به عراق کنونی مبدل خواهد ساخت و خواستار تجدید نظر در تصمیم اوباما مبنی بر به نصف رساندن شمار نیروهای این کشور در افغانستان تا سال 2017 شده است. کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی در جریان هفته روان به کارش آغاز می‌کند. اعضای کمیته گزینش یک از دلایل عمده درنگ در کار اصلاحات و برگزاری انتخابات را اختلاف نظر میان رهبران حکومت وحدت ملی دانسته و ابراز امیدواری می‌کنند که تا پایان این هفته نخستین نشست این کمیته برگزار شود. انتظار می‌رود تا پایان هفته روان کمیته جدید گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی به کارش آغاز کند. اطلاعی که ما به دست آوردیم از حکومت غیر مستقیم از منابعی که ما داریم اونا گفتن که در هفته جاری نخستین جلسه کمیته گزینش برگزار خواهد شد و ما به کار خود آغاز خواهیم کرد. فرمان تازه انتخاباتی برای ادامه روند اصلاحات انتخاباتی پیش از آغاز سال 9 هجری خورشیدی صادر شد. اما وجود اختلاف ها میان رهبران حکومت در مورد جزئیات آوردن اصلاحات انتخاباتی سبب شد تا این روند به تأخیر بیفتد. اگرچه ما توقع داشتیم که باید زودتر آغاز میشد ولی باز هم اختلافاتی که وجود داره بین دو رهبر و اطرافیان دو رهبر در حکومت روی جزئیات اصلاحات انتخاباتی یک ذره پروسه را طولانی ساخته. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان نبود اراده قوی سیاسی را مانع در برابر آوردن اصلاحات انتخاباتی می دانند. دوی سیاسی اراده نداری او دوی ثابت کرد دغه یو کال که چه واقعا دوی اصلاحات تجمن ندی صرفا په شعاری بنه باندې د خلکو سره دغه بحث مخته بولیده او ځین سمبولیک کارون تسره کردی. پیش از اینکه رئیس جمهور فرمان تقنینی را امضا کنه معاون ریاست جمهوری با تمام ارگان ها و نهادهای زیدخل در آوردن اصلاحات انتخاباتی صحبت داشت و هماهنگی کامل ایجاد شده بود. حال که فرمان امضا شده وزارت امور پارلمانی توصیف شده تا پیش از اینکه مهلتش بگذره و سپری شوه او را به پارلمان افغانستان ارائه کنه تا اونا او را تصویب بکنه. کمیته گزینش قرار است اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی را معرفی کند ولی انتقادهای وجود دارد که این روان نباید تنها با برکناری کمیشنران کمیسیون ها بیانجامد. کشل وارد گزینش کمیتی و متکل سی ملی نیادون مجد نوارو سی در مشکلات و سرم خمخ سی پینزوس و پینزوس و ویشن سی. اختلاف دیدگاه میان رهبران حکومت در حال مطرح می شود که پیش از این معاون دوم رئیس جمهور گفته بود هیچ اختلاف میان رهبران حکومت در پیوند به انتخابات وجود ندارد و به زودی کار کمیته گزینش آغاز می شود. وزیران امور خارجه و امور مهاجرین و عودت کنندگان امروز به مجلس نمایندگان فراخوانده شدند تا در مورد چالش های پناهجویان افغان در کشورهای اروپایی گزارش دهند. اما با نیامدن وزیر امور خارجه در مجلس این نشست مختل شد. هرچند اعضای مجلس نمایندگان برای استعضای وزیر خارجه امضا جمع‌آوری کردند اما معاون دوم این مجلس میگوید آقای ربانی در نشست بعدی برای پاسخ دهی به پرسش های نمایندگان حاضر خواهد شد. امید دولت‌زاده گزارش می‌دهد. رسانه‌های دیداری و شنیداری کشور امروز پس از یک ساعت انتظار اجازه ورود به شورای ملی را از سوی مسئولان امنیتی دریافت کردند. تصمیم اتحادیه اروپا از بهر اخراج اجباری 80 هزار پناهجوی افغان از کشورهای اروپایی سبب شد تا امروز مجلس نمایندگان وزیر امور خارجه و وزیر مهاجرین و عودت کنندگان را به مجلس فراخواند. اما پس از دو ساعت انتظار وزیر خارجه کشور به مجلس حضور نیافت و آجندای امروزی این مجلس مختل شد. که موږ کمیسون ته
کله را دعوت کړی دی او موږ کمیسون چې اړوند کومې پښتنې ترې درلودلې دي هغه ته هېڅ اعتنا نه ده کړی او تر اوسه پورې هېڅ مثبت ځواب کمیسون ته نه دی را کړی او نه ده حاضر شوی چې تا ځواب ووایي. به این شکل برخورد صورت میگیره این دلیل بر ایست که جدا در مجموع حکومت بازم تکرار میکنم مثل بحث آزاد که احترام به قانون ندارن. با این حال رئیس این مجلس میگوید عملکرد امروزی وزیر خارجه اهانت به خانه ملت بوده و باید بر بنیاد اصول و وظایف داخلی مجلس نمایندگان صلاح الدین ربانی استعفا شود. اما وزیر خارجه پس از پایان یافتن نشست امروزی مجلس به شورای ملی آمد. پیشنهاد ما همی است که امیر به یک روز دیگر و جناب وزیر محترم خارجه به استعفا دعوت شود، مطابق با اصول شما به هیئت اداره پیشنهاد بدین و جناب وزیر صاحب عودت مهاجری و عودت کننده ها به استجواب در یک روز دیگر مطابق با چی خود ما شما دایجه داشته باشیم که هرچند معاون دوم این مجلس میپذیرد که شماره از اعضای مجلس نمایندگان پای ورق استعفای وزیر خارجه امضا کردند، اما تاکید میکنند که آقای صلاح الدین ربانی برای پاسخگویی به پرسش ها حاضر خواهد شد. اگر جلسه دیگری تاریخش تعیین شود و روزش تعیین شود، باز بیاین هم وزیر خارجه هم وزیر امور مهاجری در مورد اجندای امروز باز توضیحات خودشان بدهند. در ختم جلسه کاغذ آورده بودند، فرمان چند نفر امضا کرده، من نمی‌فهمم که تعدادش به چند رسیده. اگر امضا کرده باشند بیشتر مربوط میشه به موکلا و ضمناً دارالنشان. هزاران شهروند کشور به خاطر ناامنی، ناداری و بیکاری رهسپار کشورهای اروپایی شدند و با سرمایه‌های اندکی که داشتند، راه‌های پرخطر را در پیش گرفتند. اما اکنون اتحادیه اروپا تصمیم گرفته که 80,000 پناهجوی افغان را دوباره به افغانستان بفرستد. معاونیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ برنامه‌های آگاهی‌دهی برای جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی جوانان افغان به کشورهای اروپایی را روی دست گرفته است. موین این نهاد می‌افزاید برای جوانانی که از کشورهای اروپایی بازگشت داده می‌شوند، برنامه‌های آموزشی و شغلی نیز فراهم شده است. از سوی هم مسئولان وزارت امور داخله از بازداشت دسته‌های از قاچاقبران انسان خبر می‌دهند. محرم علی مرادی گزارش می‌دهد. پس از تصمیم‌های اخیر اتحادیه اروپا مبنی بر بازگرداندن پناهجویان افغان، معاونیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ در پی جلوگیری مهاجرت‌های غیرقانونی شهروندان افغانستان به کشورهای اروپایی است. معاون امور جوانان امروز در نشستی در کابل گفت این نهاد برنامه‌های آگاهی‌دهی به وسیله عالمان دین، جامعه مدنی و بزرگان قومی را از بهر تهدیدهای ناشی از مهاجرت‌های غیرقانونی به راه انداخته است. ل دینی عالمانو سره دی مدنی ټولنو له محترمو غړو سره د میرمنو ټولنو رضاکارو له محترمو غړو سره همداشان له قومي مشرانو سره له متعلمینو محصلینو سره په بیلابیلو اړخونو کې مونږ دغه ما په هوای پیل کړی دی. از سوی هم آقای سادات از فراهمسازی سهولت های لازم از سوی این معاونیت برای پناهجویان افغان که بازگشت داده می شوند سخن می زند. دی اغوی دی پارا مونگ دلتا پا افغانستان که دی تعلیم زمینه، دی صحت زمینه، همداشان دی کار کسب دی یادی ولو زمینه دوی تا دی وړو کرزو دی ورکولو زمینه چی دی دا سنتیاوی مونگ ورد تیاری کردی دی. در همین حال سخنگوی وزارت امور داخله میگوید تا اکنون دسته های از قاچاقبران انسان بازداشت شده و تلاش ها برای مبارزه با این پدیده ادامه دارد. بخش های مبارزه با جرایم در وزارت امور داخله از یکی از مسئولیت های امدهشان است که با این پدیده مبارزه بکنند. ما با اون گروپ ها و افراد اشخاص که در قاچاق انسان و در فریب مردم افغانستان اینا دخیل بودند یا مردم به هر نام فریب دادند اینا رو ما بازداشت کردیم و این کوشش های ما هنوز ادامه داره. مسئولان معاونیت امور جوانان در حالی تلاش هایی را برای جلوگیری از مهاجرت های غیرقانونی افغان ها آغاز کردند که در این اواخر کشورهای اروپایی محدودیت های بیشتری را در برابر پناهجویان افغان وضع کردند. وزیر تحصیلات عالی با بررسی نصاب آموزشی دانشگاه ننگرهار میگوید به زودی نصاب آموزشی دانشگاه را معیاری و بر بنیاد نیازمندی های شهروندان کشور آماده میسازد. از سوی هم وی غصب بخشی از زمین دانشگاه ننگرهار را نگران کننده دانسته و تاکید میورزد که به زودی به این چالش رسیدگی خواهد شد.
وزیر تحصیلات عالی در سفر به ولایت ننگرهار و با بررسی نصاب و وضعیت موجود دانشگاه این ولایت میگوید به‌زودی دانشگاه ننگرهار را معیاری و بر بنیاد نیازمندی ها آماده میسازد. وی با پذیرفتن مشکل در نصاب آموزشی کشور میافزاید به‌زودی به این مسئله رسیدگی خواهد شد. نصاب اپدیت کول یا معیاری کول او استاندارد جوړول او د نن ورځې د مارکیټ او د ضرورت د افغانستان د ټولنې د ضرورت په اساس باندې دغه مناسب کول دي. وی غصب زمین های دولتی به ویژه جایدات های مراکز آموزشی کشور را نگران کننده میداند و تاکید میکند که به‌زودی این جایدات ها را در همکاری با حکومت از زورمندان دوباره به دست خواهد آورد. په هر ځای کې چې د پوهنتونونو ځمکې غصب شوي دي، زموږ هڅه دا ده چې ځمکې بیرته راوګرځول شي او د پوهنتون د پراختیا دپاره او د پوهنتون د انکشاف دپاره د پوهنتون د توسعې دپاره موږ د هغې ځمکونه استفاده وکړو. رئیس دانشگاه این ولایت نیز میپذیرد که از 20 سال به این سو برخی از جایدادهای دانشگاه ننګرهار از سوی زورمندان گرفته شده است. یو څه ځمکې د پوهنتون وې چې هغه نیول شوي دي، هغه شاوخوا شل جریبه ځمکې دي چې یو شمېر خپلسري خلک په تیرو شلو کلونو کې یا په 15 کلونو کې راغلي دي، هلته یې ورباندې کورونه جوړ کړي دي. ځینې څانګو کې داسې استادان ول چې د هغې د مسلک مطابق معادل خو یې مشکله وه، د هغې د مسلکي شخص چې ول چې کړی حداقل ډېر څلوېښت فیصده هغه ځای ډکي، د هغې ځای ډکول هم مشکل پرابلم پیدا کړه. با این حال وی میافزاید چالش عمده‌ای که هم اکنون آموزگاران در این ولایت دارند نبود استادان مسلکی یا با تجربه می باشد که دولت باید به این مشکل نیز رسیدگی نماید. خبرهای جهان هم پس از وقفه کوتاه تقدیمتان می شود. با ادامه خبرها خوش آمدید. با دنبال حملات هراس افغانان در بروکسل، اعضای گروه داعش با انتشار نوار تصویری اعلام کردند که حملات بلژیم را به تلافی حملات هوایی و زمینی ائتلاف ضد داعش طراحی و اجرا کردند. در نوار ویدیویی که اعضای گروه داعش به زبانهای عربی و فرانسوی سخن میزنند، حملات در شهر بروکسل را جشن گرفتند و بلژیم را به خاطر عضویت در ناتو و همراهی با ائتلاف ضد داعش به انجام حملات بیشتر تهدید میکنند. آنان گفتند اگر حملات هوایی و زمینی علیه داعش متوقف شود، آنان نیز حملات تروریستی خود را در اروپا متوقف می‌کنند. گزارش‌ها از سوریه می‌رسانند که ارتش این کشور با پشتیبانی هوایی جنگنده‌های روسی دستاوردهای بیشتری در شهر باستانی پالمیرا داشتند. با پیشروی نظامیان وفادار به بشار اسد، نیروهای گروه موسوم به دولت اسلامی در حال عقب نشینی از حومه این شهر باستانی هستند، شهری که واگذاری آن شکست سنگینی برای داعش محسوب می شود. پالمیرا از حدود یک سال پیش در کنترل گروه موسوم به دولت اسلامی بود، اما ارتش سوریه در هفته گذشته عملیات گسترده ای را برای بازپسگیری آن آغاز کرد و مرکز این شهر را تصرف کرد. انتشار یک تصویر از صحنه تیراندازی یک سرباز اسرائیلی به یک باشنده فلسطین انتقادهای فعالان حقوق بشر را برانگیخته است. در این ویدیو دیده می شود که یک سرباز اسرائیلی با شلیک گلوله به سر یک فلسطینی که زخمی نیز است و بر روی زمین افتاده او را می کشد. مقام های اسرائیل گفتند که این سرباز در شرایط نامساعد روانی این کار را کرده است. این حادثه روز پنجشنبه در الخلیل در جنوب سرزمین های اشغالی کرانه باختری روی داد. و مقام های اداره فضانوردی آمریکا موسوم به ناسا از آغاز تحقیقات این نهاد در مورد گرم شدن کره زمین خبر داده است. افزایش غیر معمول دمای هوا در زمستان امسال و کاهش حجم یخهای قطب شمال اداره ناسا را بر آن داشته تا دانشمندان خود را طی دو مأموریت جداگانه عازم قطب شمال کند. معلومات ناسا نشان می‌دهد که اواسط دمای هوا طی 3 ماه گذشته افزایش یافته و به گونه‌ای که ماه فوریه سال روان میلادی گرمترین ماه فوریه در 40 سال گذشته بوده است. و توجه نمایید به خبری که همین اکنون به دست ما رسید. رئیس جمهور غنی استعفای محمد یوسف نورستانی رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات را منظور کرد. ریاست جمهوری با پخش خبرنامه نگاشته است که آقای نورستانی رئیس پیشین کمیسیون درک از وضعیت سیاسی و اجتماعی افغانستان، منافع ملی کشور و اعاده ثبات و رفاه اجتماعی مردم افغانستان را عنوان نموده استعفای خود را برای جمهور پیشکش کرد. که جمهور استعفای وی را پذیرفت. آقای نورستانی نزدیک به 3 سال به عنوان رئیس این کمیسیون بود و پس از برگزاری انتخابات سال 1393 به اتهام تقلب مورد فشار تیم ریاست اجرایی بود.
و خبرهای اقتصادی هم پس وقفه کوتاه تقدیمتون می شود. باز هم خوش آمدید. کابل تا چند روز دیگر میزبان ششمین نشست همکاری های اقتصادی میان افغانستان و پاکستان خواهد بود. مسئولان وزارت تجارت و صنایع میگویند در این نشست افزون برآوردن تعدیلات در موافقتنامه بازرگانی و ترانزیتی اپتا در مورد حل چالش ها و مشکلات بنیادی بازرگانان در دو کشور نیز گفتگو خواهد شد. اما مسئولان اتاق تجارت و صنایع مشترک افغانستان و پاکستان در کابل با توجه به تعهد شکنی های مکرر پاکستان این کشور را بزرگترین مانع در برابر گسترش روابط بازرگانی میان افغانستان و هندوستان میدانند. ششمین نشست همکاری های اقتصادی میان افغانستان و پاکستان یا ابتا که قرار است تا چند روز دیگر در کابل برگزار شود، گسترش روابط بازرگانی میان دو کشور، حل بنیادی چالش ها و مشکلات و روی بازرگانان، توسعه حمل و نقل، آوردن تعدیلات و ایجاد سهولت ها برای بازرگانان افغان در موافقتنامه بازرگانی و ترانزیتی ابتا از مورد بحث برانگیز در این نشست دو جانبه گفته شده است. بدون شک به نفع ترانزیت افغانستان و به نفع ترانزیت منطقه خواهد بود و افغانستان همواره در چند سال گذشته پس از عقد تفاهم‌نامه در 2-3 سال گذشته خواهان آوردن تعدیلات بود که تفاهم‌نامه ترانزیتی ابتا ادامه پیدا کند. اما مسئولان اتاق تجارت و صنایع مشترک افغانستان و پاکستان در کابل با توجه به پیمان شکنی های مقرر پاکستان میگویند اموال هندی خوب است، کیفیتش خوب است، قیمتش هم کم است، اینکه مثلا اموال صنعت خودشان متضرر نشوه امی یک شرط مانده که افغانستان یعنی افغان تاجر افغانی نمیتونه که اموال هندی را به افغانستان صادر کنه وارد کنه. در جلسه اپتیکا عملا گفته شد که باید از سر بالای ابتا باید صحبت صورت بگیره، مگر تا حال افغانستان هم در این رابطه کار نکردن و ما امیدوار هستیم که افغانستان اول یک درافت را یک مساعده را ترتیب بکنن و بعد از او پیشنهاد بکنه به پاکستان. در حال حاضر بخش بزرگ از کالاهای بازرگانی افغانستان از طریق پاکستان وارد کشور می شود و پاکستان نیز بارها برای بازرگانان کشور مشکلاتی را ایجاد کرده است. هرچند این بار حکومت افغانستان به ششمین نشست ابتا در کابل خوشبین است، اما هشدار می دهد در صورتی که این بار اسلام آباد به تعهدات ترانزیتی خود عمل نکند، مسیر بدیل انتخاب خواهد شد. پس از این پول صرفه برق افزایش می‌یابد. مسئولان شرکت برشنا می‌گویند به دلیل افزایش بهای دلار در برابر پول افغانی در سال گذشته بیش از 20 میلیون دلار ضرر کردند و به همین دلیل ناگزیرند در هر کیلووات برق پول صرفه آن را افزایش دهند. تا اکنون مسئولان شرکت برشنا روشن نساخته‌اند که به چه پیمانه بهای صرفه برق را افزایش می‌دهند، اما می‌گویند سالانه به ارزش نزدیک به 270 میلیون دلار آمریکایی از کشورهای منطقه انرژی برق خریداری می‌کنند و داد و ستد صرفه برق در کشور به پول افغانی است و به همین دلیل ارزش پول افغانی در برابر دلار آمریکایی کاهش یافته است و آنان نیز ناگزیرند پول صرفه برق را افزایش دهند. در سال گذشته ما بیشترین زیان از بابت تغییر دلار در مقابل افغانی ما کشیدیم که میتونیم که بگیم که در حدود 17 الی 27 میلیون دلار شاید باشه و امسال ما دست درخواست به هموطنان عزیز خود دراز کردیم تا باشه که در تعرفه باید ما یک سلسله تغییرات را بیاریم. آقای توحیدی افسود تا چند روز دیگر میزان افزایش پول صرفه برق را در هر کیلووات مشخص می کنند. وی از همه شهروندان کشور می خواهد از استفاده بیمورد انرژی برق خودداری ورزند. چگونگی تفاوت نرخ به سمع هموطنان عزیز از طریق خود می رسانیم. فقط حال خواست ما از هموطنان عزیز است که در مصرف برق خود بسیار جدی باشند، کم مصرفی کنند. این در حال است که شهروندان کشور نهادهای حکومتی را متهم به بی‌توجهی کرده و میگویند افزون بر این که بیکاری به اوج خود رسیده است، اما وزارت مالیه، وزارت مخابرات و حالا هم شرکت برشنا در تلاش گردآوری پول بیشتر هستند و مقامهای حکومت هم خاموشی اختیار کرده اند. و حال هم توجه نمایید به نرخ اسعار در بازارهای کشور.
و این هم چند رویداد ورزشی. مسئولان کمیته ملی المپیک که در رأس آن محمد ظاهر اخبر قرار دارد میگویند اگر از سر مداخلات افراد غیر مسئول کار المپیک افغانستان از سوی کمیته های المپیک جهانی و آسیایی به تعلیق دارد، مسئولیت به دوششان نخواهد بود. آنان میگویند رئیس جمهور و رئیس اجرایی کشور باید جلو این مداخلات و ذهنیت سازی را بگیرند. روند گزینش رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان پایان یافت. محمد ظاهر اخبر رئیس کمیته ملی المپیک کشور با بیان این مطلب از رئیس جمهور غنی میخواهد نهاد را که به نمایندگی از المپیک افغانستان در سطح آسیا و جهان موفق است نگذارد تا افراد غیر حرفه‌ای با مداخله‌شان سبب رکود و به تعلیق درآمدن فعالیت آن از سوی کمیته های المپیک جهانی و آسیایی شوند. در صورتی که جناب رئیس جمهور و جناب رئیس اجرایی جلو مداخله اشخاص افراد غیر مسئولی که ذهنت سازی میکنند گرفته نشه، اگر المپیک افغانستان به تعلیق رفت مسئولیت به دوش ما نخواهد باشه. با گفته وی تنها نهاد به نام المپیک افغانستان در داخل و بیرون از کشور مشروعیت دارد که از سوی وی اداره می شود، زیرا نام وی در صفحه رسمی کمیته های المپیک جهانی و آسیایی درج است. جناب رئیس جمهور همگی را با یک نگاه به عنوان یک پدر معنوی همگی باید دستکشی بکنه و نگذاره یگانه مرجعی که امروز کامیاب است شده میتونه که رئیس جمهور نمره کامیابی در بین ملت از این بخش نصیب شوه و هیرم ناکام نسازه. گفته نیست که نزدیک به 5 ماه با آغاز رقابت های المپیک 2016 برازیل باقی مانده است و قرار است ورزشکاران 6 رشته المپیکی تکواندو، اتلتیک، وزنه برداری، مشت‌زنی، پهلوانی و جودو با نمایندگی از افغانستان در این رقابت ها اشتراک کنند. و دومین دوره کارگاه آموزشی داوری فوتسال امروز در کابل آغاز شد. در این کارگاه آموزشی 30 داور از 15 ولایت کشور مشمول پایتخت اشتراک کردند و برای 5 روز قانون تازه داوری رشته فوتسال را زیر نظر بدال ایشام کلام داور مالزیایی فدراسیون فوتبال آسیا فرا می‌گیرند. گفتنی است که همکنون فوتسال افغانستان در رده 103 جهان و رده 19 آسیا قرار دارد. با تقدیم وضعیت هوای فردای کابل و چند شهر دیگری کشور خبرها همینجا پایان می‌رسد. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان. خدا نگهدار.